سر خط خبرها. برای اولین باره که آمریکایی‌ها در شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه رو پیشنهاد میدن و فقط یک کشور کوچولوی جزیره‌ای به او رأی میده. واکنش‌ها به رد قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحات ایران، تهران آن را نشانه انزوای آمریکا می‌داند، واشنگتن تصمیمی غیر قابل بخشش. حمله لفظی مقام‌ها و رسانه‌های ایران به توافق امارات با اسرائیل، ابوظبی می‌گوید اعتراض تهران قابل پیش‌بینی بود. افزایش فاصله گذاری در جلسات کنکور با تصویب وزارت علوم ایران، فاصله داوطلبان همچنان 20 سانتی متر کمتر از توصیه وزارت بهداشت است. و تأخیر دوباره مذاکرات صلح افغانستان، زنان و قربانیان جنگ میگویند باید حرفشان در گفتگوها شنیده شود. سلام، عصر شنبه‌تون بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری شنبه 15 اوت برابر با 25 مرداد از تلویزیون فارسی بی بی سی با من پریزاد نوبخت. رئیس جمهوری ایران از رد قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحات کشورش استقبال کرده و آن را موفقیتی بزرگ برای ایران خوانده. دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد با 2 رأی مخالف، 11 رأی ممتنع و 2 رأی موافق قطعنامه پیشنهادی آمریکا را رد کرد. وزیر خارجه آمریکا گفته شورای امنیت با این رأی صلح و امنیت جهانی را در خطر قرار داده و تصمیمش غیر قابل بخشش است. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. نتیجه رأی‌گیری دیروز در شورای امنیت سازمان ملل برای آمریکا به مراتب بدتر از آنچه انتظار می‌رفت بود. The result of the voting is as follows. 2 votes in favor, 2 votes against. 11 as abstentions. نماینده اندونزی، رئیس دوره‌ای شورای امنیت میگوید با 2 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع، پیشنویس قطعنامه آمریکا آرای کافی نیاورد و تصویب نشد. آرای اعضای شورای امنیت سازمان ملل شکست بزرگی برای آمریکا در تلاشش برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران که قرار است بر اساس توافق هسته‌ای 18 اکتبر 27 مهر 64 روز دیگر برداشته شود. فقط جمهوری دومینیکن در کنار آمریکا به پیشنویس این قطعنامه رأی مثبت داد. چین و روسیه رأی مخالف دادند. اروپایی‌ها، حتی بریتانیا هم به آن رأی مثبت ندادند. کشورهایی که علل اصول با تحریم تسلیحاتی ایران موافقند. آرای دیروز نشانی بود از انزوای آمریکا در جامعه جهانی این روزها. برای ایران در مقابل برای رئیس جمهوری دیروز روز پیروزی بود. موفقیت بزرگ این بود که آمریکا در این توطئه با خفت و با خاری شکست خورد. حالا پیشبینی میشد که رأی نیاره یا پیشبینی میشد که بتونه رأی جور کنه، اما با وتو، نه نیازی به وتو پیش آمد به دلیل اینکه اصلا رأی نداشت این قطعنامه، یه دونه رأی داشت. حالا آمریکا که خودش پیشنهاد دهنده است، یه دونه دومینیکا فقط رأی داده. به نظر من این روز مباهله امسال 24 ذی‌الحجه در تاریخ ایران ما در مبارزه با استکبار جهانی یک روز ماندگاری شد. در لهستان امروز وزیر خارجه آمریکا از اینکه کشورهای اروپایی و دیگران به تمدید تحریم‌ها رأی ندادن اظهار تأسف کرد. او گفت آمریکا فقط می‌خواست تحریم‌هایی را که از سال 2007 اعمال می‌شود تمدید کند. او دیروز در بیانیه‌ای گفته بود عدم اقدام شورای امنیت در بگفته او دفاع از صلح و امنیت جهانی غیر قابل بخشش است. خط و نشانی برای شورای امنیت. آمریکا حالا می‌خواهد در هفته‌های آینده مکانیزم ماشه را در توافق هسته‌ای فعال کند که به همه کشورهای ذی‌نفع این حق را می‌دهد که در صورت عدم رضایت از توافق همه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران برگردانده شود.
آمریکا میگوید اگرچه توافق را ترک کرده، اما این قطعنامه به این کشور به عنوان یکی از تضمین کنندگان توافق حق می‌دهد که این مکانیزم را فعال کند، چیزی که سایر اعضای دائمی شورای امنیت با آن مشکل جدی دارند و اقدام آمریکا می‌تواند شورای امنیت را به طور جدی تضعیف کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه حالا خواستار برگزاری جلسه مجازی رهبران کشورهای 5 به اضافه 1 با ایران شده است تا شاید از این طریق از برخوردهای بیشتر در شورای امنیت جلوگیری شود و راهی برای راضی کردن آمریکا پیدا شود، راهی که ایران را هم متقاعد کند. گزارش شده که رئیس جمهوری فرانسه از پیشنهاد رئیس جمهوری روسیه حمایت کرده است. کسرا نجی، بی بی سی. همکارم بهمن کلباسی از نیویورک با ماست. بهمن، آخرین واکنش ها در آمریکا به این رأی چه بوده؟ قضاوتی که به نظر میاد رسانه های اصلی آمریکا کردن در مورد آنچه که دیشب رخ داد، یک شکست کامل دیپلماتیک برای دولت آقای ترامپ است، در عینی که همونطور که در گزارش کسرا آمد کسی انتظار نداشت که این پیشنویس تصویب بشه، ولی این که فقط یک رأی بیاره غیر از خود آمریکا به تب پایین تر از انتظار بود، به خصوص که آقای پومپئو وزیر خارجه خیلی در لابی کردن کشورها فعال بود، در همین دو هفته گذشته از رئیس جمهوری تونس بگیری که صحبت کرده بود باش تلفنی که یکی از اعضای غیر دائم شورای امنیت هست، تا کشورهای اروپای شرقی مثل استونیا که با آمریکا رابطه نزدیکی دارن، هیچ کدوم حاضر نشدن بپیوندن به این پیشنویس. در نتیجه از دید بسیاری از ناظران و رسانه ها، به خصوص اونهایی که در مورد مسائل ایران اظهار نظر میکنن، این یه شکست کامل دیپلماتیک بوده و نشانی از اینکه سیاستی که تا به حال برای راضی کردن کشورها، برای پیوستنشون به فشار حداکثری به کار گرفته شده، تا به حال موفق نبوده. به همین جهت بیشتر قضاوت این است که مسیری که آقای پومپئو و خانم کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل تا اینجا رفتن به جایی نرسیده و ممکن است که بدتر، به خصوص از دید منتقدان دولت آقای ترامپ، منجر به این بشه که در ایران بیشتر از گذشته هم دستش باز بشه از در دیپلماتیک. و بسیارشون تاکید میکنن که ما میدونیم که بسیار از این کشورها علاقه ای به اینکه ایران مثلا تسلیحات معمول و متعارف بیشتری رو بخره و بفروشه ندارن، ولی از دید اونها اهمیت حفظ برجام بیشتر از این است که این تحریم تسلیحاتی موجب نقض قطعنامه 2231 بشه. بهمن، خب دونالد ترامپ بارها گفته که اگر این رأی شکست بخوره مکانیزم ماشه رو فعال میکنه. گام بعدی آمریکا برای اینکه مکانیزم رو فعال بکنه چیه؟ یه پروسه حقوقی است. از قرار معلوم در همین یک هفته آینده یک نامه‌ای رو دولت آمریکا باید بنویسه در شورای امنیت به کشورها و بگوید که اون پروسه رو آغاز کرده از نظر حقوقی، بعد یک دوره 30 روزه بود چند هفته‌ای بعد از اون خواهد بود که بیاد در شورای امنیت مطرح بشه و بعد آمریکا استدلال بکنه که حق داره مکانیزم ماشه رو فعال کنه. پرسشی که براش پاسخ دقیقی وجود نداره این است که وقتی دیگر اعضای دائم شورای امنیت بگویند که آمریکا حق ندارد به این مکانیزم رو فعال کند با توجه به که خودش دیگه در برجام نیست، هنوز بهش نمیشه پاسخ دقیقی داد، به خاطر اینکه سابقه نداره در شورای امنیت یک چنین شرایطی از نظر حقوقی به وجود بیاد. ممکن است که آمریکایی‌ها در نهایت بگویند ما مکانیزم رو فعال کردیم و تحریم‌های سازمان ملل برگشته است، همزمان چین و روسیه و حتی اروپایی‌ها بگویند که نه، برنگشته است از نظر حقوقی و یک به اصطلاح سردرگمی گسترده‌ای وجود داشته باشه در مورد اینکه در نهایت آیا تحریم‌های سازمان ملل باید اجرا بشه از سوی کشورها یا نه. مشکرم از توضیحات همکاران. بهمن کلباسی از نیویورک با ما. رئیس جمهوری ایران به امارات متحده عربی هشدار داده که پای اسرائیل را به منطقه باز نکند. حسن روحانی سخنان را در واکنش به توافق اسرائیل و امارات برای عادی سازی روابطشان بیان کرده. او این توافق را یک خیانت خوانده و گفته هدفش خوشنود کردن آمریکاست. سپاه پاسداران هم در واکنشی مشابه هشدار داده که این توافق آینده‌ای خطرناک را برای رهبران امارات رقم خواهد زد. باران عباسی گزارش می‌دهد. تل آویو، چراغانی ساختمان شهرداری با پرچم امارات متحده عربی در کنار پرچم اسرائیل.
نشانی از خرسندی مقام‌های اینجا از توافق با ابوظبی برای عادی سازی روابط. مسیر غلطی است، نه به نفع حاکمان، نه به نفع امنیت خودشونه. در تهران اما واکنش گسترده مقام‌ها، انتقادهای تند همراه با هشدار. مبادا بخوان پای اسرائیل رو تو این منطقه باز کنن، اون وقت حساب دیگری خواهند داشت، اون وقت برخورد دیگری با اونها خواهد شد. ادبیاتی مشابه در بیانیه سپاه پاسداران: این اقدام نه تنها منافع تل‌آویو را تامین نخواهد کرد، بلکه با باطل‌سازی رویای خاورمیانه جدید، آینده خطرناک را در انتظار آمریکا و حامیان توافقنامه قرار خواهد داد. تروریسم واقعی اونها هستند. همینطور اظهار نظر رئیس قوه قضاییه: پیوندی که با صهیونیست‌ها برقرار کردن و با آدمکش‌های تاریخ و با جریان کودک‌کش در عالم، این پیوند چهره ارتجاع عرب رو هم روشن می‌کنه. و انتقاد تند روزنامه تندرو کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی که امارات را هدفی مشروع و ساده توصیف کرده. We have worked very hard. امارات اما میگوید پای توافق ایستاده. یک مقام وزارت خارجه این کشور در مصاحبه با بی بی سی گفته مخالفت ایران غیر منتظره نبود. بین کشورهای منطقه اختلافه. اگر تهران از توافق استقبال میکرد ما تعجب میکردیم. این واکنش ها به خاطر اینه که بعضی کشورهای منطقه میخوان برای کشورهای عرب تعیین تکلیف کنند. نشانه ای از سردی هرچه بیشتر روابط بین ایران و امارات، کشوری که وزیر خارجه ایران سال گذشته بارها متهم کرده بود که خواهان تغییر رژیم در ایران است و محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی را در تیم B قرار داده بود. The B team. Bibi, Bolton, Bin Zayed and بن سلمان. گروهی که به گفته محمد جواد ظریف در پی درگیر کردن آمریکا با ایران هستند. با این حال چندی بعد رسانه‌های ایران با انتشار گسترده این تصاویر از دو فرمانده نظامی ایرانی و اماراتی گفتند که امارات در ظاهر با آمریکا همراهی می‌کند، اما در عمل چرخشی کامل به سوی ایران داشته است. تزیین تل‌آویو با پرچم امارات اما حکایت از چرخش نه به سوی ایران بلکه در جهتی کاملا مخالف دارد. تصویری از آسمان سیاست خارجی ایران که در یافتن متحدان منطقه‌ای از گذشته هم کم ستاره تر است. باران عباسی، بی بی سی. از محسن سندوس، پژوهشگر روابط بین‌الملل و علوم سیاسی دانشگاه کوینزلند در بریزبن استرالیا، پرسیدم چقدر هشدار آقای روحانی درست است و چقدر پای اسرائیل به منطقه باز خواهد شد؟ ببینید، ما اگر بخوایم در مورد عادی‌سازی روابط امارات و اسرائیل صحبت بکنیم، با توجه به روابطی که اسرائیل چه به صورت غیر رسمی و یا پنهانی حداقل در دو دهه اخیر با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس داشته، من گمان نمی‌کنم که شاهد تغییرات آنچنانی یا غیر قابل پیش‌بینی بین امارات و اسرائیل باشیم. سالهای خیلی بارزش از سال 2009 ما دیدیم که اسرائیل دفاتر تجاری رو در برخی از این کشورها بازگشایی کرد. در سال 2010 حتی پا رو فراتر از این گذاشت، نفوذ امنیتی خودش و یا دایره عملیاتی خودش رو در امارات اضافه کرد، افزایش داد. شاهد بودیم که ترور یکی از اعضای ارشد حماس در یک هتلی در دبی اتفاق افتاد و پیامدی هم برای اسرائیل نداشت. در سال 2012 ما دیدیم حتی یک کمپانی اسرائیلی، کمپانی AGT International، قراردادی رو با امارات بست برای ساختن زیرساخت‌های امنیتی و مانیتورینگ حوزه‌های نفتی امارات. و از سال 2015 هم خبرهایی هست مبنی بر اینکه در هفته دو تا پرواز تجاری بین تل‌آویو و ابوظبی برقرار هست. بنابراین ما فکر نمی‌کنم که شاهد تغییرات آنچنانی باشیم بین امارات و اسرائیل. اما هشداری که ایران داده در مورد این اتفاق و در مورد اینکه امارات به سمت اسرائیل داره نزدیک میشه، به نظر من اینو باید در بحث فایده و هزینه این عادی‌سازی روابط بسنجیم. خب همین، ایران اصلا چه کار میتونه بکنه؟ اگر به جز اعتراض کلامی، چه اقدامات ایران میتونه بکنه که بخواد اعتراض کنه با توجه به اینکه رابطه اقتصادی نزدیکی با امارات داره ایران؟ بگم آن من تنها اقدامی که ایران میتونه بکنه همون بحث فایده و هزینه هستش که برای امارات داشت این عادی سازی روابط. یعنی امارات از این به بعد که خودش رو در بین ایران و اسرائیل قرار داده، مجبور هست یا به نحوی به عنوان میانجی بین ایران و اسرائیل باشه
به هر حال تلاش بکنه که تنش زدایی بکنه در منطقه تا حد ممکن و بروز تنش بین ایران و اسرائیل جلوگیری بکنه، و یا در صورت بروز درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل، این امارات هستش که بنابر همون هشدارهایی که شما هم در گزارشتون پخش کردین به گاورمنت سهیم خواهد شد در به حال در هدف قرار گرفتن اگر قرار باشه که اتفاقی بیفته بین ایران و اسرائیل. من فکر میکنم که این بیشتر هزینه داشت برای امارات، این عادی سازی، این و این هشداری هم که ایران داره میده از پیش داره امارات رو در موقعیتی میذاره که اگر قرار باشه اتفاقی بیفته در منطقه، امارات هم هزینه این رو پرداخت خواهد. محسن سولدوس بود، پژوهشگر روابط بین الملل. نگاهی کنیم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در پی رد قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، تهران تصمیم شورای امنیت را نشانه انزوای آمریکا دانست، اما واشنگتن گفته به تلاش‌هایش ادامه می‌دهد. حمله لفظی مقام‌ها و رسانه‌های ایران به توافق امارات با اسرائیل ادامه دارد. ابوظبی می‌گوید اعتراض تهران قابل پیش‌بینی بود. آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران همچنان سه‌رقمی است و بر اساس آمار وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته بیش از 2200 بیمار جدید شناسایی شدند. با ادامه نگرانی‌ها درباره برگزاری کنکور، سخنگوی سازمان سنجش گفته 59 داوطلب به کرونا مبتلا هستند. از سوی دیگر منصور غلامی وزیر علوم ایران هم گفته که فاصله گذاری بین داوطلبان از 1.60 سانتی‌متر به 1.80 سانتی‌متر افزایش پیدا کرده. بیشتر وزارت بهداشت حفظ فاصله 2 متری را در جلسات آزمون ضروری دانسته بود. دکتر آرش علایی، مدیر انستیتوی بهداشت جهانی و آموزش بین الملل از کالیفرنیا با ماست. آقای علایی، خوش آمدید به برنامه. این افزایش فاصله 20 سانتی که حالا به صورت کلی هم از توصیه وزارت بهداشت که 2 متر بوده هم حالا 20 سانت کمتره، چقدر وضعیت رو تغییر میده؟ ببینید، باید اول نگاه کرد که این بحث توصیه وزارت بهداشت به وزارت علوم که این فاصله 2 متری توصیه شده کی بوده، یعنی این اخیراً صورت گرفته. در صورتی که برنامه ریزی کنکور 1 سال قبل از اجرای کنکور آمادگی میشه و وزارت بهداشت چند ماهه که برنامه کووید 19 و گرفتاری تمام استانها رو میدانست، دقیقه آخر اعلام کردن که این فاصله رو بکنید 2 متر، و این باعث شده که یک تنشی ایجاد بشه در بین کسانی که برگزار کنندن، چون به تعداد جمعیت و فاصله 1.60 حالا باید فاصله رو زیاد کنند، پس یک فضای بیشتری میخوان و مراقبه بیشتری میخوان. ولی ما بدانیم این فاصله 1.60 یا 1.80 و در واقع 2 متر حداقل فاصله است، یعنی این یکی از حداقل ترین کارهاست، ماسک زدن حداقل ترین کارهاست که بتواند جلوگیری بکنند تا حدودی از انتقال ویروس. و اینکه در گزارش شما فرمودید که 50 نفر تا حالا مشخص شده، ما میدانیم که 30% بیمارانی که ویروس در بدنشان هست و میتوانند انتقال بدن این ویروس، هیچ گونه علامتی ندارند. پس در بین شرکت کنندگان قطعاً بیشتر از اون افرادی که علامت‌های بیماری دارن و در بیمارستان بستری شدن، افراد مبتلا به کووید 19 وجود داره. اینکه وزارت بهداشت گفته که مردم کلاً باید خودشون رعایت بکنن، حالا چه برای برگزاری محرم باشه، چه کنکور باشه، خودشون باید موازین بهداشتی رو رعایت بکنن، انتظار چقدر انتظار درستیه؟ ببینید، دو تا موضوعه. بحث محرم یک شرکت داوطلبانه است، و چون از لحاظ صحبت‌هایی که مراجع آیت الله‌ها کردند هیچ گونه منع شرعی نداره، اون دیگه بستگی به خود مردمه که بتونن این موضوع مجازی برگزار کنن، یعنی اگه میخوان مراسم محرمه داشته باشن در اختیار اونها هست که بتونن از راه دور، از تلویزیون و از لحاظ مجازی برگزار کنن. ولی بحث کنکور دیگه اختیار دست داوطلب نیست، دولته که مکلف کرده دانش آموزان در روز مقرری در حوزه خاصی برن امتحان بدن. پس اینجا سلامتی اون دانشجوها، سلامتی خانواده ها، سلامتی مراقبینی که اون امتحان برگزار میکنن و رفت آمدی که ایجاد میشه، همش به عهده کمیته کشوری کرونا و دولت.
و این مسئله که مطرح کردن، مسئله رفت و آمد و مراقبین و اینها، خب کنکور فقط یه بخشیش در داخل سالونه که حالا 3-4 ساعت قراره که شرکت کنندگان بشینن و اونجا امتحان بدن، یه بخش زیادیش همین رفت و آمده که خانواده فرزندانشون رو میرسونن دم در منتظر میشن، یا مثلا قبلش بچه‌ها با هم دیگه معاشرت میکنن که چقدر آماده هستن، شب خوابیدن نخوابیدن و اینها. این مسائل رو چه جوری میخوان بهش رسیدگی بکنن از تجمع دم در مثلا مرکز امتحان؟ دقیقا موضوع پیچیدگی کنترل کووید 19 همینه، و به خاطر همینه که اکثر کارشناسان به وزارت بهداشت و کمیته کشوری توصیه کردن کنکور یکمی عقب بندازن که فاصله ها و پیشگیری رعایت کنن، چون فقط بحث سر این که نشستن دو متر در کنار هم نیست. مثلا شما مسابقات فوتبال چرا تعطیل میشه؟ یک استادیومی که 100,000 نفر ظرفیت داره نمیگن 6,000 نفر بره توش، میتونن 5 متری بشینن. بس فقط نشستن در اون لحظه نیست، ورود و خروج. یک. دو، اینکه تنش فکری ایجاد کردن در بین داوطلبان که حالا این 1.60 اگه بشه 1.80 فاصله، آیا این 2 متر بهتره یا 1.80؟ این خودش یک کسی که مدت‌ها و سال‌ها آمادگی لازم پیدا کرده که امتحان بده دچار تنش میکنه. ولی همینجا باید این متذکر شد که جواب این مسئله جواب ساده‌ای نیست، یعنی یک کار بسیار پیچیده‌ایه، و به خاطر همینه که این کار بسیار پیچیده‌ره باید کمیته کشوری سیاست زدش نمی‌کرد، کاملا میسپارد دست متخصصین که متخصصین اون جوابی که میدن بتونه قناعت‌بخش باشه برای همه افراد، چون جواب این سوال که آیا کنکور برگزار بشه و چگونه برگزار بشه یک جواب ساده یک خلق سائل نیست. متشکرم از توضیحاتتون دکتر آرش علایی از کالیفرنیا با ما، ممنونم. وزارت صحت افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 45 بیمار مبتلا به کرونا شناسایی شدند و یک بیمار هم جانش را از دست داده. بر اساس آمار رسمی افغانستان تا حالا بیش از 37,000 نفر به این بیماری مبتلا شدند و 1,370 نفر هم جانشان را از دست دادند. یک ارزیابی وزارت صحت که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد که احتمالاً بیش از 10 میلیون نفر در این کشور به کرونا مبتلا شده و بهبود یافتند. بر اساس آخرین آمار رسمی، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 21 میلیون نفر فراتر رفته و در کشورهای آمریکای لاتین به بیش از 6 میلیون نفر رسیده. شمار جانباختگان در جهان هم از 750 هزار نفر بیشتر شده. در همین حال وزارت بهداشت روسیه گفته واکسن کرونایی که این کشور مدعی کشف آن است، تولیدش شروع شده و تا پایان ماه جاری میلادی عرضه می شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران از مصطفی میرسلیم نماینده مجلس و 3 خبرنگار برای مطرح کردن اتهام رشوه 65 میلیارد تومانی شکایت کرده. مصطفی میرسلیم شهرداری تهران را متهم کرده که در دوره آقای قالیباف به نمایندگان مجلس دهم رشوه داده. او گفته مدارک این ادعا را به قوه قضاییه ارائه کرده. پیشتر سخنگوی قوه قضاییه گفته بود یک نماینده سابق مجلس در ارتباط با این پرونده بازداشت شده. نایب رئیس مجلس ایران گفته اگر مشکلات کارگران نیشکر هفت‌تپه تا هفته آینده حل نشود، مجلس برای احقاق حقوق آنها اقدامات قانونی را آغاز می‌کند. علی نیکزاد در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم از دولت هم خواسته برای حل مشکلات این کارگران به طور جدی وارد عمل شود. بعد از واگذاری نیشکر هفت‌تپه به 2 مالک خصوصی، پرداخت نشدن حقوق و مطالبات آنها باعث اعتصاب طولانی و اعتراض کارگران این کارخانه شده است. تأخیر در آزادی 400 زندانی طالبان شروع مذاکرات صلح افغانستان را یک بار دیگر به تعویق انداخته. انتظار می‌رفت که این گفتگوها فردا رسماً در دوحه قطر آغاز شود، اما دولت افغانستان می‌گوید تاریخ دقیق شروع مذاکرات هنوز مشخص نیست، هرچند که هیئت مذاکره کننده هر دو طرف آماده هستند. در همین حال تعدادی از معترضان در کابل خواهان حضور زنان و قربانیان جنگ در گفتگوهای صلح شدند. نسرین نوا خبرنگارمان از کابل گزارش می‌دهد. صدای اعتراض مردم از بی‌توجهی به حقوق قربانیان جنگ در روند صلح. دردی مشترک از نقاط مختلف کشور خانواده قربانیان را دور هم جمع کرده.
میخواهند صدایشان در مذاکرات با طالبان شنیده شود. ما میخواهیم در گفتگوهای صلح خانواده های قربانیان هم حضور داشته باشند و از جامعه بین المللی میخواهیم که درباره ابهامی که در روند صلح وجود دارد توضیح بدهند. جمع دیگری خواهان توجه به نقش زنان در مذاکرات پیشرو. اعضای شبکه های زنان از 15 ولایت به پایتخت آمدند تا اجازه ندهند دیگران برای سرنوشتشان خط و نشان بکشند. حضور زنها در همه موارد و در همه روند صلح هستند. مثلا ما حضور فعال و منادار زنها را در بخش امو پیش و مذاکرات که فعلا هستند ما باید حضور زنها را داشته باشیم و باز هم تاکید میکنم که کمیت فعلی که در آیت مذاکره کننده است کافی نیست و این باید افزایش پیدا کنه. ما باید تعداد زنها را بیشتر داشته باشیم. حاکمیت ملی تمامیت ارضی از حضور زنان در مذاکرات و توجه به حقوق قربانیان در قتل نامه لوی جرگه مشورتی هم یادآوری شده. جرگه‌ای که تصمیم آزادی 400 زندانی طالبان را نهایی کرد. اما بیشتر نهادهای حقوق بشری معتقدند آزادی این زندانیان خودش نقض حقوق بشر است. رهایی 5000 زندانی طالبان مطابق فهرست از زندانهای دولت و 1000 زندانی دولت از سوی طالبان بخشی از توافقنامه گروه طالبان با آمریکا بود که نزدیک به 6 ماه قبل در دوحه قطر به امضا رسید. حالا رئیس جمهور غنی در نوشته‌ای تازه به واشنگتن پست گفته پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان افغانستان هزینه گزافی برای صلح پرداخته. در این نوشته آمده که در 6 ماه گذشته بیش از 12200 نظامی و غیر نظامی در حملات طالبان و گروه‌های تروریستی دیگر کشته یا زخمی شدند. پیش از این نیز دولت تاکید کرده بود هیچ تضمینی وجود ندارد که زندانیان آزاد شده ی گروه طالبان دوباره به تهدید امنیتی تبدیل نشوند. اما آزادی این زندانیان هزینه ای است که افغانستان برای صلح پرداخته. صلحی که انتظار می رود پس از 19 سال جنگ با چانه زنی های دور میز مذاکره میان دولت و طالبان به دست آید. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. و در پایان این برنامه یادآوری میکنم که همیشه برای آگاه شدن از تازه ترین خبرها میتونید بریم به سایت ما. مطالب متنوعی هم داریم، از جمله مطلبی هست درباره دختران اسکیت باز با عنوان جنسیت لذت و عکاسی آهسته که کسی در شمال کالیفرنیا عکسهایی رو گرفته از سازمانی که اسمشون هست مثل یک دختر اسکیت کن. www.bbcpersian.com آدرس ماست. متشکرم از همراهیتون با ما در تلویزیون فارسی بی بی سی.